بچه ها سلام، به یه ویدیوی دیگه از کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. خب دوره آموزش لاراولمون تموم شد. تقریبا تمام نکاتی که لازم بودش که واسه انجام یک پروژه بدونین رو بهتون گفتم. حالا امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چطوری این پروژه‌ای که تموم کردیم رو دپلوی کنیم. من از تی پنل استفاده میکنم و پروژه من با گیت میخوام ببرم روی سرور. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که با لایک، سابسکرایب و کامنت ازم حمایت کنین. بریم که با هم ویدیو امروز رو ببینیم. خب بچه ها، این الان سی پنل منه که حالا من دامینم از قبل روش ست کردم. حالا شما باید خودتون برید نیم سرور رو دستی ست کنی، یا اینکه اگه دامین و هاست رو از یه جا بخرین خودشون واسهتون ست میکنه. خب ببینید، من الان توی قسمت فایل منیجرم که برم یه دونه فولدر به اسم دامین من باید وجود داشته باشه، این از این اوکی، که حالا توش یه سری چیزا به صورت دیفالت وجود داره. من الان دامینم رو که باز کنم، زین رفش کنم، میبینین که هنوز حالا خرابه و داره اون فولدر رو بهم نشون میده، هنوز من درستش نکردم. اینم که گیتمونه دیگه، گیت پروژه است که من توی دسکریپشن همه ویدیوهام قرارش دادم. خب قدم اول چیه؟ من بیام این پروژم رو کلون کنم. پس وارد ترمینال میشم. اگه دسترسی ترمینال ندارین توی سی پنل باید بخواین که بهتون بدن دسترسیشو حتما، و بعد با کامند cd وارد اون چیزم میشم، فولدری که میخوام. اگه چند تا حروف بزنین بعد تبو بزنین خودش واسهتون اوتو کامپلیت میکنه. خب اوکی، این از این. بعد اینجا میزنم git clone، یه فاصله میدم و اینجا آدرس URL رو میندازم اینجا، هم اینتر رو میزنم، بعد شروع میکنه به کلون کردن. صبر میکنیم تا کلونش تموم شه. حالا تا کلون این تموم شه من بذاریم وارد سی پنلم بشم و بعد وارد فولدر دامینز میشم، دامین، و روی دامین خودم کلیک میکنم روی این قسمت منیج. خب بذاریم ببینم تموم شد. خب این هنوز تموم نشده. بعد بچه ها اینجا میبینین الان دامین من داره از همون فولدر zdev.com میخونه. خب ولی کلا پروژه های لاراولی رو ما باید بزنیم که از فولدر پابلیک بخونه، به خاطر اینکه index.html توی اون فولدر قرار داره. خب حالا بزنیم من برگردم این رفرش کنم ببینم که آها، یه دونه فولدر ساخته به اسم زد آندرلاین دف، هنوز کامل کلونش نکرده که ما بتونیم چیز کنیم ببینیم پابلیک دقیقا کجا قرار میگیره که آدرس اونو بدیم. صبر میکنم تا پابلیکش، تا کلونش تموم شه و زود برمیگردیم. خب بچه ها کلون تموم شد، الان برگردم اینجا یه دونه ریلود کنم. میبینی این کل پروژه منه که الان اینجا قرار داره. خب اسم این فولدر چی بود؟ زد آندرلاین دف. من الان برگردم توی دامینا و اینو تغییر میدم به اینکه از پابلیک بخونه و آپدیت میکنم. خب حالا اگه برگردم توی دامینم و اینجا رفرش رو بزنم، فکر کنم که هنوز ست نشده، چون که اینا مشخصه که هنوز داره از فولدر یعنی اون فولدر اصلیه که زده میخونه. من زده بودم که از این تو و از پابلیک بخونه. ببینین الان اگه میبینین تو پابلیک برم یه سری ارورایی میده. خب حالا برگردیم چیز کنیم. آها چیز نزدیم مثلا. خب کامند بعدی که باید بزنیم کامپوزر آپدیته، چون که الان ما وندور نداریم روی پروژمون دیگه، به خاطر اینکه
کامپوزر اینستال ببخشید، چون که ما وندو رو روی گیت نمیفرستیم و توی گیت ایگنور قرار داره. آها، بعد از اینجا دوباره باید برم توی چیز، چون توی یک یعنی واقعا رفتیم زدف دات کام، بعد دوباره توی زدف بودیم، درسته؟ آره دیگه. خب حالا دوباره کامپوزر اینستال یا کامپوزر آپدیت رو میزنم، شروع کرد به نصب کردن. بعد رفرش که کنیم بچه ها 500 بهمون میده. حالا این 500 واسه چیه؟ ببینیم بچه ها، ما دات ام و روی گیت قرار نمیدیم به خاطر مسائل امنیتی. بذاری من الان تو پروژه خودم دات ام و قرار بدم نشونتون بدم، به خاطر حالا مثلا اینکه یوزر پسورد دیتابیس وجود داره یا حالا مثلا یوزر پسورد ایمیل وجود داره، کلا به خاطر مسائل امنیتی ما نباید دات ام و روی گیت قرار بدیم. و حالا جدا از مسائل امنیتیش، ممکنه که چند نفر روی یه پروژه کار کنن، مثلا همزمان دو نفر بک اند کار روی یه پروژه کار کنن، که خب حالا مثلا من یوزر پسورد خودمو دارم، اون یوزر پسورد خودشو داره دیگه، واسه همین این در واقع یه دیتاییه که واسه لوکال هر شخصی متفاوته. ما دات ام و روی گیت هیچ وقت قرار نمیدیم، مثلا اصولش همینه، اگه قرار بدیم خیلی کار غیر اصولی انجام دادیم. ولی به جاش یه دونه فایل داریم دات ام دات اگزمپل، خب که در واقع همون متغیرهای دات ام هست، ولی ولیوهاش یا حالا یه مقدار دیفالتیه یا ناله. یعنی مثلا شما اگه یه چیزی خودتون توی دات ام قرار دادین، حالا مثلا یه هر دیتایی که مثلا خواستین ازش استفاده کنین، حتما باید بین این ور تو دات ام دات اگزمپل هم قرارش بدیم، یا حالا ولیو بهش ندین، اون شخصی که مثلا میبره روی سرور قرار میده، یا یه ولیو دیفالت بدین که مثلا اون شخص بفهمه که چه چیزی باید اینجا قرار بده. پس ما به هیچ عنوان دات ام و روی چیز نمیبریم، روی گیت نمیبریم. الان من برمیگردم یه دونه الان فایل جدید درست میکنم به اسم دات اند اینجا، بعد این دات اند دات اگزمپل رو کپی میکنم و اینجا روی ادیت میزنم، این ور پیست میکنم همشو. الان اگه برگردم این ور رفرش رو بزنم، میبینیم که الان دیگه کامل وارد محیط لاراول شدیم و داره بهمون ایرور میده. خب به من میگه که این کی وجود نداره و من باید بیام هم این کامند رو بزنم. این یه کیه که خود لاراول جنریت میکنه و در واقع واسه هر پروژه هم یونیکه و متفاوته، اینجا قرارش میده که حالا شما با زدن اون کامند، بعد برگردم اینجا اینو بزنم، خودشون کی رو جنریت میکنه و میذاره قرار میده اونجا. یه واقعا یه کامندیه که حتما حتما باید زده بشه. خب حالا داره ارور دیتابیسی میده، میگه که ما دیتابیس نداریم. خب راست میگه، ما دیتابیس رو اینجا بهش ندادیم. الان برگردیم دوباره روی سی پنلمون، بیایم پایین تر از این قسمت دیتابیسز، مای اس کیو ال دیتابیسز. من الان باید یه دونه دیتابیس جدید درست کنم و یه یوزر جدید با یه پسورد جدید اینا رو به هم نسبت بدم. از این قسمت میتونم که یه دونه دیتابیس جدید درست کنم، اینا اسمشو حالا هرچی بخوام میذارم. این الان اسم دیتابیسمه. اون قسمت اولش واسه اینه که خود هاستی که گرفتم دیگه این قسمت اولشو قرار میده دیگه. خب برگردم توی دات ام و دیتابیس کو دیتابیس نیم، اوکی این از اسم دیتابیس، چون این هاستا اکثرا اشتراکیه اولش رو یه حرفی قرار میدن که مثلا با دیتابیس های بقیه قاطی نشه. و بعدش بعد بیام چیکار کنم؟ بعد بیام یه دونه یوزر جدید اضافه کنم. خب یه یوزر جدید اضافه میکنم، حالا هرچی مثلا ادمین،
و از این قسمت پسورد جنریتور یه پسورد جنریت میکنم واسه امنیتش. اینو الان کپی میکنم، برمیگردم اینور توی پسوردم میندازم و اینو میزنم. خب این از این، اسم اینم بردارم بندازم اینجا. خب الان اگه سیو رو بزنم برگردم اینور، باز ارور میده بهم. کی جنریت رو که زدیم، حالا نمیدونم چرا الان داره این ارور رو میده، ولی اینو میخواستم بگم که الان ما ادمین رو ساختیم، دیتابیس هم ساختیم، ولی دسترسی ادمین رو به اون دیتابیس ندادیم. یه قسمتی هست این پایین تر، اینا add user to databases. من الان دیتابیس ادمین رو میام نسبت میدم به درخش یوزر ادمین رو نسبت میدم به این دیتابیس زده و ازم میپرسه که چه دسترسی هایی میخوای بهش بدی. من همه دسترسی ها رو بهش میدم و روی این کلیک میکنم. خب الان برگردیم عقب، بیام این پایین پایین بذاریم ببینم که الان این یوزر ادمینمون به این زده بمون دسترسی داره. حالا بذاریم برگردم رفرش کنم. فکر کنم آره دیگه، ما دات ام رو تغییر دادیم، بعد توی اون این کی جنریت نبود چون رفرش نکرده بودم، فکر کنم واسه همون کی جنریت پرید. خب الان برگردم این رفرش کنم. اوکی الان داره میگه که تیبلامون وجود نداره. خب من دو تا کار میتونم بکنم، یا برم دیتابیسمو دیتابیس لوکالمو اکسپورت بگیرم اینور ایمپورت کنم، یا اینجا پی اچ پی آرتیسان ماگریت بزنم و همه تیبلام ساخته شه. خب من چون اونور دیتا اضافه کردم میخوام برم از اونور اکسپورت بگیرم اینور ایمپورتش کنم. وارد پی اچ پی مای ادمین سیستمم میشم و اینجا روی زد اف میزنم. از این بالا میتونم من اکسپورت بگیرم، روی اکسپورت میزنم و اینجا میتونم حالا فرمتش رو تعیین کنم، ولی من همون SQL میخوام بگیرم. اینجا گو رو میزنم و اکسپورت میگیرم ازش. خب این از این. حالا بریم دوباره توی سی پنلمون و وارد پی اچ پی، حالا این سری وارد پی اچ پی مای ادمین هاستمون بشیم. اینجا وارد میشم. و روی دیتابیس هم میزنم و از اینجا ایمپورت رو میزنم. اینجا فایلم رو انتخاب میکنم و پایین صفحه ایمپورت رو میزنم. الان برگردم دیتابیس هم رفرش کنم، همه تیبل هم اومده. رفرش که کنم میبینیم که سایتمون اومد بالا، اما خب یه مشکلی وجود داره. الان اکسا رو داره بهمون نشون نمیده. اکسا هم مثل دات این به خاطر حالا حجم زیادی که داره ما توی گیت قرارش نمیدیم، اون هم زیپ کنیم دستی بیاریم، یا اینکه حالا خودمون جدا جدا مثلا دیتای جدید اینجا اضافه کنیم. خب بذارید من اونم زیپ کنم و اینا این فایل استوریج اپ این پابلیک توی اینجا میبینی همه عکسامون توی اینجا قرار داره. اینو ما زیپ میکنیم و ایمپورتش میکنیم. اجازه بدین بازش کنم من اینو. خب از اینجا میتونم بازش کنم توی همون فایلی که هست برام بازش میکنه. بعد اینجا در واقع زیپش میکنم. حالا برمیگردم دوباره توی هاستم، میرم توی استوریج اپ، این پابلیک رو پاک میکنم چون که میخوام یه دونه جدید
بیارم، یا حالا میتونستم اون رو روی این ریپلیس کنم. و اینجا از قسمت آپلود فایل خودم رو چیکار میکنم؟ اینجا آپلود میکنم. زدف استوریج اپ و اینم پابلیکی که زیپ شده. خب سب میکنیم تا آپلودش تموم شه. خب بچه بعد قشنگ سب کنین که سبز شه، بعضی وقتا 100% میشه ولی هنوز آبیه و هنوز تمام نشده. خب بعد از اینکه تموم شد برمیگردم دوباره به همون دایرکتوری که بودم و اینو اینجا اکسترکتش میکنم. خب اوکی، و این زیپرم پاک میکنم که نباشه الکی جا بگیره. خب الان برگردم روی چیزم وبسایتم و رفرش رو بزنم، هنوز نمیاره به خاطر اینکه ما یه کامندی رو نزدیم. اینجا باید بیایم حتما بزنیم PHP artisan storage link. الان اینجا رفرش رو که بزنیم برگردیم اینور. بذارین از اینسپکت فکر کنم، آها آره چیز نکردیم توی دات ان بمون، آدرس یو آر ال مون رو تغییر ندادیم. الان من اگه اینو کپی کنم بریم ببینیم دات ان رو جایی باز داشتیم. نه خب بریم توی دات ان بمون ادیت رو بزنیم. خب اینجا بچه دیدین این کیم خودش جنریت کرد گذاشت دیگه، الان باید عکس رو بهمون نشون بده. آره همطور که میبینین همه عکسامون هم اومد. خب بچه اینم از دپلوی کردن، خیلی راحت واقعا دپلوی کردن با استفاده از گیت. میتونیم خیلی راحت با چند تا کلیک پروژمون رو دپلوی کنیم. بک اند کارهای عزیز یادشون باشه که این کاری که ما الان کردیم دپلوی کردیم، حالا درسته که اکثرمون بلدیم و حالا یه چیزی که شاید باید بلد باشیم، ولی باز با این حال وظیفه یک بکند کار نیستش که پروژهش رو دپلوی کنه. این پروژه حالا معمولا توی شرکت ها به عهده سیزادمینا یا دوابس کاراست این کارا. و حالا اگه یه موقعی حالا خودتون پروژه فریلنسری میگیرین، ترجیحا مثلا یه هزینه کوچولو اضافه تر واسه دپلوی کردن بعد بگیرین، چون حالا ممکنه که الان خیلی راحت شد ولی ممکنه که خیلی مشکل به وجود بیاد، مخصوصا اگه سرور خام باشه و حالا این شکلی سی پنل و اینا روش نصب نشده باشه خیلی درد سر داره. پس حواستون حتما به این موضوع باشه. مرسی از اینکه ویدیو ما دیدین، ممنون میشم با لایک و سابسکرایب و کامنت ازم حمایت کنین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.